مهمان استرالیایی بریتانیایی من حقوقدان دانشگاهی و نویسنده است. او در تازه ترین کتابش زیر عنوان ملاهای بیرحم با تشریح عملکرد روحانیان حاکم در ایران استدلال میکند که چرا باید جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته شود و چرا تا زمانی که قوانین منع گسترش سلاح هسته‌ای بر پایه حقوق بشری بنا نشود و دانشمندان، سیاستمداران و همه آن کسانی که در تولید سلاح هسته‌ای دخیلند به عنوان جنایتکاران علیه بشریت به محاکمه کشیده نشوند، دنیای بدون سلاح کشتار جمعی رویایی بیش نیست. ولی در دنیای واقعی امروز آیا این دستیافتنی است؟ آیا این او نیست که در رویا زندگی می کند؟ آقای جفری رابرتسون به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خوشحالم که اینجا هستم. شما در مقدمه کتاب اخیرتون به نام ملاهای بیرحم میگید که برای صلح و امنیت بین‌المللی هیچ تهدیدی بزرگتر از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نیست. چرا ایران؟ چرا نه پاکستان یا اسرائیل که سلاح هسته‌ای هم دارند؟ همینطوره و من در کتابم اشاره میکنم که کره شمالی هم تقریبا به همین اندازه مشکل سازه. اما حرف من اینه که رفتار فعلی ایران به گسترش سلاح‌های هسته‌ای منجر خواهد شد. من از اون کسایی نیستم که فکر میکنن ایران اسرائیل رو بمباران خواهد کرد. اتفاقا برعکس، فکر نمیکنم همچین کاری بکنه. اما دستیابی ایران به بمب هسته‌ای باعث اشاعه سلاح‌های هسته‌ای میشه و ما رو وارد دوران تازه‌ای از گسترش این سلاح‌ها میکنه. چشم‌انداز هسته‌ای شدن ایران باعث شده عربستان سعودی هم احتمال خرید سلاح اتمی از پاکستان رو مطرح کنه و در نظر بگیره. پیشتر اخوان المسلمین مصر هم علاقه‌مندیش به دستیابی مصر به این سلاح‌ها رو ابراز کرده. اگه اینطور پیش بره، به جای رسیدن به خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای، با خاورمیانه مملو از این سلاح‌ها روبرو میشیم. و اگه اینطور بشه، به نظر من وارد دوران کاملاً تازه‌ای خواهیم شد، چیزی شبیه دوران جنگ سرد. اما اون موقع با خروشچف و کندی طرف بودیم که هر دوشون آدم‌های باهوش و منطقی بودن، زن و بچه داشتن و برای دوران بازنشستگیشون برنامه‌ریزی کرده بودن. و در نتیجه بحران موشکی کوبا با وجود همه مشکلات نهایتاً حل و فصل شد. یعنی آمریکا قبول کرد که موشکاش رو از ترکیه خارج کنه و روس‌ها هم موشکاشون رو از کوبا جمع کردن. ولی اون دوران گذشته. در این دوران جدید اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ما با 10-12 کشور مجهز به این سلاح‌ها روبرو خواهیم بود که از این سلاح‌ها برای تهدید دیگران استفاده خواهند کرد. مثل همین تهدیدی که اخیراً ایران انجام داده و گفته هر حمله‌ای به سوریه رو حمله به خودش قلمداد می‌کنه. در مجموع خطر وقوع اتفاقات ناخوشایند بالا میره. به نظر من کره شمالی هم تقریبا به اندازه ایران خطرناکه. اونا موشکای بالستیک دارن و اگه بتونن کلاهک هسته‌ای بسازن و مشکل ورود مجدد موشک به جو رو حل کنن، اون وقت توانایی این رو خواهند داشت که کالیفرنیا یا بندر ملبورن در استرالیا رو هدف قرار بدن و حکومت این کشور هم به شدت غیر قابل پیش بینیه. خلاصه اینکه اگه ایران، کره شمالی، مصر و عربستان سعودی و امثال اینها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن، وارد عصر جدیدی خواهیم شد که در اون احتمال وقوع جنگ اتمی به مراتب بیشتر و وقوع اتفاقات هسته‌ای ناخواسته اجتناب ناپذیر خواهد شد. ولی همه این حرف ها بر این پیشفرض مبتنیه که ایران واقعا در پی دستیابی به سلاح هسته‌ایه. ولی نیویورک تایمز در 5 اسفند 1390 یعنی حدود یک سال پیش نوشت که ارزیابی های اخیر سازمان های اطلاعاتی امریکا رؤوس کلی یافته های اطلاعاتی سال 2007 رو مبنی بر اینکه ایران سال هاست برنامه هسته‌ای نظامیش رو رها کرده تایید میکنه. در اینجا به برخی شواهد و مدارک استناد شده. بله، ولی شما درباره ایران موضع قاطعی گرفتید. من در این مورد تنها نیستم. ببینید، من در سازمان ملل قاضی تجدید نظر بودم و به سنجیدن شواهد و مدارک عادت دارم. برای مثال میدونم که شاه سابق ایران به بعضی از مسئولین گفته بود که میخواد ایران رو به سلاح اتمی مجهز کنه. میدونیم که آیت الله خمینی در ابتدا سلاح اتمی رو مخالف اسلام و حرام اعلام کرده بود. اما همه ما یادداشت معروف سال 1985 رو دیدیم.
یادداشتی که در اون فرمانده سپاه پاسداران میگه ما بدون داشتن سلاح اتمی نمیتونیم در جنگ با صدام پیروز بشیم. بعد از اون آیت الله با دستیابی به سلاح اتمی موافقت کرد و اولین کسی که در سال 1986 به ایران دعوت شد کی بود؟ عبدالقادر خان. و بعد هم به دروغ‌های ایران در سال 2002 میرسیم که به دست سازمان مجاهدین خلق فاش شد. ایران مرتبا دروغ گفته و به بازرسان اجازه بازدید از پایگاه نظامی پارچین رو نداده. میتونم فهرست بلندی از این دلایل رو برای شما ردیف کنم. شما به حرفای آیت الله خمینی در سال 1985 درباره تاثیر احتمالی بمب اتمی بر جنگ با صدام حسین اشاره کردید. البته صدام هم داشت از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کرد. ولی در روز 9 اوت 2005 یعنی 18 مرداد 84 آیت الله خمینی رهبر کشور فتوایی صادر کرد. بعد این فتوا تولید، انبار کردن و استفاده از سلاح‌های اتمی را ممنوع کرد. This man who is the supreme leader of Iran was president. مردی که حالا رهبر ایرانه در زمان قتل عام زندانیان در ایران در سال 1367 رئیس جمهوری بود. اون جنایت نابخشودنیه و جهانیان هنوز بابت اون با رهبران ایران تسویه حساب نکردن. اون کسی که اجازه قتل 162 دگراندیش ایرانی رو در سراسر جهان و انفجار یک کنیسه در آرژانتین رو صادر کرد و دستور سرکوب جنبش صدر رو داد. من فکر نمی‌کنم حرف این مرد کوچکترین اعتباری داشته باشه. مهم رفتار عملی ایرانه و عقیده من اسناد و شواهد به روشنی نشون میده که ایران قصد رها کردن رویای شاه و علاقه آیت الله خمینی به سلاح‌های اتمی رو نداره. گسترش توانایی‌های هسته‌ای ایران به کمک عبدالقادر خان به گفته خود این کشور تا سال 2003 ادامه داشته. می‌بینید که اسناد و شواهد صحت این موضوع رو گواهی میده. آقای رابرتسون، ایران از همه جهت زیر فشارهای شدیدی بوده، به خصوص از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکایی‌ها. و ممکنه که واقعا حکومت ایران به این نتیجه رسیده باشه که این برنامه‌ها براش دردسر سازند و به دردسرش نمی‌ارزن واقعا در رها کرده باشه. اما متأسفانه رفتارشون، ولی فکر می‌کنید همه سازمان‌های اطلاعاتی هم از آمریکایی و غیره همه در این مورد اشتباه کردن؟ من گزارش آخر آژانس رو خوندم که در اون گفته شده شواهد معتبری از نظامی شدن برنامه اتمی ایران و غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% بیشتر وجود داره. به همین خاطر باید رفتار ایران در مذاکرات رو به دقت زیر نظر داشت. اگه ایران به دنبال سلاح اتمی نباشه و بخواد از شدت تحریم‌ها که تأثیرات جدی بر این کشور گذاشتن کم کنه، پیشنهاد کاهش غلظت غنی‌سازی به 5% رو میپذیره و در ازای اون همه برق مورد نیاز خودش و اورانیوم 20% غنی شده رو از کشورهای دیگه دریافت میکنه و به این ترتیب خواهد تونست ایزوتوپ‌های لازم برای درمان بیماران سرطانی رو تولید کنه و پس از اون از زیر فشار تحریم‌ها خلاص میشه. اما ایران حاضر به این کار نیست و مذاکرات رو کش میده. مذاکرات سال هاست که ادامه داشته و سانتریفیوژهای نتنز و فوردو هم مشغول کارن. این که ایران ادعا میکنه از رسیدن به سلاح اتمی صرف نظر کرده چندان قابل اعتماد نیست، چرا که این کشور در مذاکرات کوتاه نمیاد و پیشنهاد دریافت اورانیوم 5% غنی شده لازم برای تولید برق رو نمیپذیره. به نظر من با در نظر گرفتن همه اسناد و شواهد موجود میشه نتیجه گرفت. خب البته چیزی که میگم یک حکم قضایی نیست، اما میشه گفت که ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر نکرده. ایران has not abandoned its desire for nuclear weapons. So now for some times the very harsh مدتیه که تحریم‌های بسیار سختی علیه ایران وضع شده و بسیاری معتقدند که این تحریم‌ها واقعا موثر بوده. ولی به نظر میاد که شما با این افراد هم‌عقیده نیستید. I don't think so. I think sanctions first of all the من موافق نیستم. به نظر من اولا سپاه پاسداران از قبل تحریم‌ها درآمد زیادی داره، چون بازار داروهای ضروری رو در اختیار گرفته. ثانیا تحریم‌ها باعث نارضایتی مردم میشه و به نوعی به نفع دولت عمل می‌کنه، چون ایرانی‌ها احساس می‌کنن باهاشون منصفانه برخورد نشده. به همین خاطرم فکر نمی‌کنم تحریم‌ها کارکرد مثبتی داشته باشن و این باعث تأسفه. البته این بدترین بخش ماجرا نیست.
من در بحث قتل دانشمندان ایرانی انتقاد زیادی به رفتار اسرائیل و باید بگم همینطور آمریکا داشتم. به نظر من این کار مصداق تروریسم و آمریکا باید از اینکه ویروس کامپیوتری استاکسنت رو ساخته و همینطور بابت سایر اقداماتش علیه ایران شرمنده باشه. من این کارها رو خلاف حقوق بین الملل میدونم. ولی فکر میکنید اما اینجور اقدامات جواب نمیده چون غیر قانونیه. بله ولی اگر این تحریم و کاری نداشته باشن و ایرانی ها هم حاضر به هیچ گونه توافقی نباشن اون وقت چی؟ Then many people say let's drop bombs on Iran. در این صورت خیلی ها میگن بیاین ایران رو بمباران کنیم. بحث کتاب من علیه مله هاست و به جنایات بین المللی اونها، کشتارهای سال 1367، قتل دگراندیشان در سراسر جهان، سرکوب جنبش سبز و زندانی کردن طرفداران این جنبش میپردازه. Oppression of the Green Movement and particularly the jailing of its lawyers. I said all that out. من تو این کتاب از همه اینها صحبت میکنم اما در این حال به عنوان یک قاضی و حقوقدان تاکید میکنم که انجام کاری که آقای نتانیاهو میخواد یعنی بمباران ایران توسط اسرائیل و متحدش آمریکا غیر قانونیه. ولی چطور میشه که جلو ایران رو گرفت؟ بذارید توضیح بدم که چرا این کار غیر قانونیه. چون بنابر حقوق بین الملل هیچ کشوری حق حمله به کشور دیگری رو نداره مگر برای دفاع از خودش و یا در شرایطی که حمله کشور دیگه قریب الوقوع باشه. در اینجا قریب الوقوع بودن عامل خیلی مهمیه. ایران doesn't have the bomb and when it gets the bomb there's no evidence that it's going to use it immediately to bomb. ایران بمب اتمی نداره و اگر هم بهش دست پیدا کنه هیچ سند و مدرکی وجود نداره که نشون بده قصد داره بلافاصله به تل اویو حمله کنه. در نتیجه از نظر حقوقی اسرائیلی‌ها حق ندارن به ایران حمله کنن. علاوه بر این طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میدونیم که در تأسیسات اصلی ایران 371 تن هگزافلوراید اورانیوم وجود داره. اگر این تأسیسات بمباران بشه هگزافلوراید وارد جو میشه و اگر باد در جهت نامناسب بوزه این ابر گازی از بالای شهر عبور میکنه و در نتیجه ممکنه هزاران نفر کشته بشن. حمله احتمالی اونطور که اسرائیلی ها ادعا میکنن دقیق و کم تلفات نخواهد بود. به همه این دلایل به نظر من حمله اسرائیل و متحدانش به ایران غیر قانونی خواهد بود. اما اگر این استدلال رو بپذیریم دنیا با یک سوال خیلی بزرگ مواجه میشه. چطور جلوی کشورهایی مثل ایران، عربستان و مصر رو بگیریم؟ و چطور زمان رو به عقب برگردونیم تا کره شمالی دیگه 12 کلاهک اتمی فعلیش رو نداشته باشه؟ چطور میتونیم شرایطی رو به وجود بیاریم که ایران نتونه به سلاح اتمی دست پیدا کنه؟ North Korea already has. How do we get to a position where Iran can't have nuclear weapons? So, چطور؟ Well, you accused me in opening of having a dream. شما در مقدمه برنامه من رو به رویا پردازی متهم کردین. بله من رویا پرداز هستم و به شما میگم رویا و آرزوم چیه. رویای من اینه که 30 سال دیگه مراسمی در شهر لاهه برگزار بشه که در اون باراک اوباما که اون موقع تبدیل شده به رئیس جمهوری سابق آمریکا همراه 20 نفرش روی صحنه بیاد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق روسیه هم با صندلی چرخدارش بیاد و اونها آخرین دو سلاح اتمی باقی مونده در اختیار روسیه و آمریکا رو اوراق کنن و دیگه هیچ سلاح اتمی در جهان وجود نداشته باشه و قانونی در سطح بین‌المللی به تصویب برسه که بر اساس اون یک مؤسسه جدید و تأسیس بر عدم تولید دوباره سلاح‌های اتمی نظارت کنه. How do we ever get to that dreaming stage? Well, اما چطور میشه به این نقطه رسید؟ فکر میکنم برای این کار 30 سال زمان داریم. اولین قدم اینه که ساخت سلاح‌های اتمی جدید رو ممنوع کنیم. این کار رو میشه در سال 2016 در کنفرانس دیوان بین‌المللی کیفری انجام داد. در این کنفرانس میشه جرایم جدیدی به فهرست جرایم فعلی اضافه کرد و به نظر من میشه سلاح‌های اتمی رو هم وارد این فهرست کرد. Dum-dum bullets because they expand. We've managed to. ما پیش از این تونستیم استفاده از گلوله‌های بازشونده موسوم به دام‌دام بولت، مین‌های زمینی و بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع کنیم. چون این سلاح‌ها باعث درد و رنج اضافی و غیر ضروری میشن. حالا وقتشه که دست کم ساخت سلاح‌های اتمی جدید رو متوقف کنیم. اگر موفق به این کار بشیم معناش اینه که البته در اینجا یه اگر بزرگ وجود داره. آیا واقعا فکر می‌کنید چنین هدفی قابل دسترسیه؟ فکر می‌کنم این کار شدنیه. کافیه به گذشته نگاه کنیم. بحران موشکی کوبا جهان رو تا آستانه جنگ جهانی سوم پیش برد.
بلافاصله بعد از اون ماجراها یک خط تلفن فوری بین کاخ سفید و کرملین برقرار شد و بعد هم معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی تهیه شد که نخستین متن قانونی در مورد این گونه سلاح‌ها بود. من فکر می‌کنم اگر یک بحران دیگه به وجود بیاد، مثلا ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی قرار بگیره یا کره شمالی بمباران کالیفرنیا با سلاح اتمی رو تمرین کنه، همه ذهن‌ها به این مسئله معطوف میشن و معاهده جدیدی درباره منع تولید سلاح‌های اتمی تهیه خواهد شد. بسیار خوب، ولی همین حالا هم کشورهایی هستن که سلاح اتمی تولید میکنن. مثلا اسرائیل که صدها کلاهک اتمی در اختیار داره. فکر میکنم بین 80 تا 200 کلاهک داشته باشه. ولی اونها به حقوق بین‌المللی پایبند نیستن و به هیچ کس هم جواب پس نمیدن. البته که نیستن و یکی از دلایل وجود وضعیت فعلی هم همینه. ولی طبق برنامه یا رویای شما چطور میشه اونها رو به قبول چنین شرایطی وادار کرد؟ First thing is to ban the acquisition of nuclear weapons by new states. قدم اول اینه که نذاریم کشورهای جدیدی به سلاح‌های اتمی دست پیدا کنن. قدم بعدی اجرای قانون موجود، یعنی ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمیه. دیوان بین‌المللی کیفری میگه این ماده کشورهای دارای سلاح اتمی رو موظف می‌کنه که برای رسیدن به معاهده یا توافقی جهت خلع سلاح کامل هسته‌ای تلاش کنن. برای این کار هیچ فرجه زمانی مشخصی تعیین نشده، اما بدون شک همه کشورهای دارای سلاح اتمی از جمله اسرائیل وظیفه دارن که به مرور زمان این سلاح‌ها رو کنار بذارن. ما باید بر ضرورت انجام این وظیفه تاکید کنیم. And that is a duty that we must insist. And I think it's a matter of human rights. I'd like to see amnesty. به نظر من این مسئله به حقوق بشر مربوط میشه و فکر میکنم سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر باید پیگیریش کنند. چون برای احقاق بعضی حقوق اساسی بشر مثل حق حیات و حق زندگی به دور از شکنجه و زجر ناشی از پرتوهای مرگبار به کنوانسیونی نیاز داریم که زمینه حذف تدریجی سلاح‌های اتمی رو فراهم کنه. چیزی که من دنبالش هستم اینه که در وهله اول هیچ کشور دیگه‌ای به سلاح اتمی دست پیدا نکنه و تخلف از این قاعده جنایتی بین‌المللی قلمداد بشه. That the acquisition by new states of nuclear weapons is an international crime that can be done by 2016. این کار در سال 2016 شدنیه و به شورای امنیت امکان میده در صورت تلاش ایران برای رسیدن به سلاح اتمی مجوز حمله به این کشور رو صادر کنه. به نظر من اگر اسرائیل بخواد امسال به ایران حمله کنه مرتکب کاری غیرقانونی شده. این گام اوله، اما در گام دوم باید معاهده‌ای تهیه بشه که زمینه حذف تدریجی 20,000 سلاح اتمی موجود در جهان رو فراهم کنه. قدرت تخریب بیشتر این سلاح‌ها بیش از 30 برابر بمبیه که هیروشیما رو با خاک یکسان کرد. 30 times the power of the bomb that leveled Hiroshima. فکر می‌کنید در صورت تهیه و تصویب چنین معاهده‌ای امکان اجرای اون هم وجود داره؟ کمی پیشتر گفتید که از سال 2016 تولید سلاح‌های اتمی جدید باید ممنوع بشه. معناش اینه که شورای امنیت خواهد تونست بر این اساس مجوز حمله به ایران صادر کنه. That means that the Security Council can authorize attack on Iran. ولی در ابتدای بحث به نظر می‌رسید که به دلایل انسانی با هر گونه حمله به ایران مخالفید. در کتابتان هم گفتید که چنین حمله‌ای باعث مرگ شمار زیادی از غیر نظامیان خواهد شد و گفتید که اگر ایران مقدار زیادی مواد رادیواکتیو در جای انبار کرده باشه و بمبی به اون نقطه اصابت کنه، عده زیادی از غیر نظامی‌های بی‌گناه قربانی خواهند شد. مسلماً، اما اگر اونطور که من امید دارم تا سال 2016 قانونی در زمینه ممنوعیت دستیابی دیگر کشورها به سلاح اتمی تصویب بشه، در اون صورت حمله به ایران قانونی خواهد بود. من یک حقوقدانم و حرفم اینه که در حال حاضر حمله به ایران غیرقانونیه، چون هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت سلاح‌های اتمی وجود نداره. هر کشوری در جهان که از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج بشه میتونه هر تعداد که بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه. ولی برای این کار قدرت‌های بزرگ نظیر روسیه، امریکا و بریتانیا باید به شکلی متمدنانه کنار هم بشینن و راهی برای این مسئله پیدا کنن. من فکر می‌کنم این کارو خواهند کرد. در مورد برخی کشورهای دیگه چه خواهید کرد؟ مثلا چطور می‌خواهید که از شر سلاح‌های اتمی اسرائیل، پاکستان و هند و شاید هم
تو اون موقع ایران خلاص بشید. چطور میخواید این کار انجام بدید؟ پاکستان has about 110 nukes. پاکستان حدود 110 کلاهک اتمی داره. تا مرداد ماه گذشته بخشی از این کلاهک ها در پایگاه هوایی مینهاس مستقر بودند. اما در اون ماه اسلامگرایان افراطی به این پایگاه حمله کردن و نزدیک بود دستشون به این کلاهک ها برسه. البته همشون کشته شدن، ولی نزدیک بود یک کلاهک رو به دست بیارن. به هر حال دیر یا زود چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. تنها حدود 60 سال از بمباران اتمی ناکازاکی گذشته، ولی فکر میکنم ما اونقدر سهل‌انگار شدیم که تنها یه همچین اتفاقی میتونه ما رو به خودمون بیاره. برای اینکه جهان دست به اقدامی بزنه، باید مثلا ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه یا یک گروه تروریستی چه این کاری بکنه. اما به نظر من جهان وظیفه داره در این باره کاری بکنه. در غیر این صورت واقعا وارد عصر تازه‌ای از گسترش سلاح‌های اتمی خواهیم شد که به مراتب از جنگ سرد خطرناک‌تر خواهد بود، چون در جنگ سرد با طرف‌های منطقی سر و کار داشتیم. اما اگر به سوال اولتون برگردم، باید بگم که دستیابی ایران به توان بالقوه ساخت بمب اتمی برای جهان خیلی خطرناکه، چون این اتفاق شروع عصر جدیدی رو کلید میزنه که در اون دسترسی به سلاح‌های اتمی، اون هم با قیمتی ناچیز، برای کشورهای زیادی میسر میشه. به نظر من به همین دلیل ایران نباید فکر کنه که مورد تبعیض قرار گرفته. Should not feel that it is being singled out. واقعا جای تأسفه که جهان چند سال پیش جلوی هسته‌ای شدن کره شمالی رو نگرفت و این کشور تونست از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج بشه و آزمایش‌هاش روی بمب اتمی رو شروع کنه. اون اتفاق زنگ بیدارباشی برای جهان بود، اما بهش توجهی نشد و دنیا به خواب خرگوشیش ادامه داد. اما این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه و به نظر من باید ایران نمونه‌ای برای سایر کشورها بشه. ایرانی‌ها نباید این حس رو داشته باشن که قربانی توطئه اسرائیل و دیگران شدن. اونا باید احساس کنن که این مسئله آزمونی برای همه است. ما باید از شر سلاح‌های اتمی خلاص بشیم. آقای رابرتسون، 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و من می‌خوام به سوالای دیگه هم برسم. البته. شما گزارش محکم و مفصلی درباره کشتارهای سال 1367 تهیه کردید و در کتاب ملاهای بیرحم هم بخش بزرگی رو به اون اختصاص دادید. در سالهای 2009 و 2010 بود که این تحقیقات را برای بنیاد برومند انجام دادید. یکی از نکات مبهم اون ماجرا اینه که در سال 1367 چه کسی در این زمینه به آیت الله خمینی مشاوره میداد و باعث شد که او حکم قتل عام زندانی سیاسی را صادر کنه. آیا هیچ سند و مدرک پیدا کردید که به روشن شدن این نکته کمک کنه؟ بله، دو مشاورش رفسنجانی و خامنه‌ای، یعنی رهبر فعلی بودند. بله، خامنه‌ای. اون در اون موقع رئیس جمهوری بود و رفسنجانی هم فرمانده نیروهای مسلح. اونا حکم بازوهای خمینی رو داشتن. آقای خمینی از سرکشیدن جام زهر آتشبس با صدام و عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق عصبانی بود و اون فتوای معروف رو صادر کرد. اما چند قاضی هم در این قضیه دست داشتن. بعضی رؤسای زندان‌ها هم در این ماجرا شرکت داشتن. این قتل عام به احتمال زیاد بزرگترین جنایتیه که در تاریخ مدرن به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم روی داده و کسی به خاطرش محکوم مجازات نشده. در ماجرای قتل عام اسرای آمریکایی و فیلیپینی به دست ژاپنی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم، آمران اون کشتار بعد از جنگ محاکمه و اعدام شدند. ژنرال رادکو ملادیچ هم به خاطر قتل عام سربرنیتسا در بوسنی تحت محاکمه است. اما هیچ کس کاری به رفسنجانی، خامنه‌ای و قاضی‌های سال 1367 نداشته. چی کسی باید این کار را انجام بده؟ به نظر من این قتل عام یک جنایت بین‌المللی و یک دادگاه بین‌المللی باید بهش رسیدگی کنه. ولی دیوان بین‌المللی کیفری نمیتونه به این پرونده رسیدگی کنه، چون صلاحیت رسیدگی به امور ماسبق رو نداره. درسته. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جنایاتی رو داره که بعد از سال 2002 به وقوع پیوسته باشن و در نتیجه نمیتونه به پرونده قتل عام های سال 1367 که در اون هزاران نفر کشته شدن رسیدگی کنه. همونطور که گفتم، این بزرگترین جنایت دوران مدرنه که هنوز بهش رسیدگی نشده. کارهایی مثل گزارشی که خود شما تهیه کردید یا گزارش‌های دیگه یا مثلا دادگاهی نمادینی که همین اواخر برای پرداختن به این موضوع برگزار شد، چه نتیجه‌ای خواهند داشت؟ شما صرفاً می‌خواهید که حقایق مربوط به اتفاقی که در گذشته افتاده را ثبت و ضبط کنید؟
این اتفاقات سالها پیش افتاده. یا اینکه با این کار هدف حقوقی دنبال میکنید؟ درسته که مدت‌ها پیش اتفاق افتاده، اما صحبت از قتل عام هزاران انسان بیگناهه و متاسفانه این جنایت نه تنها فراموش نکردنی که نابخشودنیه و معتقدم که شاید در آینده سازمان ملل یک دادگاه بین‌المللی ویژه با اختیارات لازم تشکیل بده و این دادگاه در مورد این وقایع تحقیق کنه و نهایتاً مسئولان و دستاندرکاران این اتفاقات رو به اتهام کشتار هزاران انسان بیگناه و عمدتاً جوان محاکمه کنه. والدین این افراد حتی همین امروز هم امکان عزاداری بر سر مزار فرزندانشون در تهران رو ندارن، چون دولت حاضر نیست محل دقیق گورهای دست جمعی اعدام شدگان رو اعلام کنه. به نظر من این یکی از راه‌هایی که به وسیله اون میشه ملایان حاکم بر ایران اون زمان رو به خاطر جنایاتشون مورد بازخواست قرار داد. ای کاش سازمان ملل بیش از اون که وقتش رو صرف وضع تحریم علیه برنامه هسته‌ای ایران کنه، به تحقیق درباره مسئولان قتل عام سال 1367 می‌پرداخت. آیا فکر می‌کنید سازمان ملل در گذشته در این زمینه سهل‌انگاری کرده؟ من فکر می‌کنم در این زمینه به سازمان ملل اطلاعات غلط داده شده و این سازمان اونقدر از اینکه جنگ با صدام تموم شده خوشحال بود که به این مسئله توجه نکرد. به نظر من سازمان ملل در ماجرای کشتار سال 1367 کوتاهی خیلی بزرگی کرد. شما به طور خاص در اون دوره با عملکرد پروفسور گالیندوپول انتقاد دارید؟ بله همینطوره. به نظر من فریب خورد. ایرانی ها به اشتباه انداختنش. اما اگه بخوایم منصفانه در باره صحبت کنیم، باید بگم که برای چند سال حتی بهش اجازه ورود به ایران داده نشد و بعد هم حکومت چشماش رو به روی حقایق بسته نگه داشت. آقای جفری رابینسون، خیلی ممنون از اینکه مهمان برنامه به عبارت دیگر بودید. ممنونم.